رسیدن ایران به مرحله حذفی جام جهانی، جدال حساس ایران هلند. سلام و درود خدا بر شما باد. ناقل پارت قبیل همونطوری که دیدید ایران تونست دوم باشه با 6 امتیاز و انگلیس با 9 امتیاز صعود کردیم به مرحله بعدی، به اضافه اینکه از اون طرف هلند به اول شد و سنگال دوم شد. فقط نمیدونم اینجا مصر چی میگه به خاطر اینکه اکوادور نداشتیم، مصر رو داشتیم. حالا در هر صورت قطر حذف شد، اینجا هم ارزه نداشتن. خیلی خوب آقا، خوردیم به هلند و این رو بهتون میگم که ما این بازی رو بازی میکنیم. حالا اگه حذف شدیم که هیچی، میریم سراغ مهدی، بیکام لژند مهدی، اونجا آدم میدیم بیکام لژند مهدی و فرقی. اگه حذف نشدیم میریم مرحله بعدی، اگه دوباره حذف شدیم میریم بیکام لژند مهدی. کلا میریم بعد اینا بیکام لژند مهدی توی همین پارت. تیم ملی ایران داریم مشاهده میکنیم که نمیدونم چرا اینجوری شده. فقط این رو بهتون میگم که جوان بخش هنوز مصدومه. ترکیب تیم هلند داریم مشاهده میکنیم. فندای کودلیف در خط دفاعی هستن که بسیار رچران ازشون سخته. آقا ترکیب ما اینجوری شده: صدر اعظم، مهدی تایمی، علی قلی زاده، مهدی خان، بقای احمد نوراللهی، مجید حسینی، شجاع قلی زاده، صدا محرمی، حسین کنعانی زادگان، میلاد محمدی و ایزا بیرانوند. کنعانی آوردیم بیرون و اینو آوردیم تو. و این کیه؟ سعید زتولوی. این کیه دیگه؟ حالا میریم سراغ بازی کردن. ایران لباس اولشو برمی‌داره و هلند لباس اولشو. بعد بازی شروع شده، بازیکنان هلند در یک تونل اختصاصی دارن وارد ورزشگاه میشن و از ایرانیا خبری نیستش. نمیدونم چرا ایرانا جدا گذاشتن، فقط پرچمش داره اون گوشه میبینه بازیکن ایران نیستن. چرا؟ مثل اینکه دعواشون شده و گفته ایرانیا یه تونل دیگه بیان و اینا. بالاخره سیاست کاریشونه دیگه. حالا ایرانیا نشون میدن یا نمیدن؟ بله ایران نشون نمیدن در این ناباوری و بالاخره گفتم سیاست کار رو باید حواستون به این چیزا باشه. منطقه مشاهده کردیم و ببینیم که ترکیب تیم ملی ایران چجوری هستش در این شماتیکی که بایمون نشون میده. اوه عزت‌الله کارت زرد داره آقا. این بازی کارت زرد بگیره، اگر بازی بعدی اصلا برسه بهمون با نمیرسه اگه کارت زرد بگیره نگیره ایشالله. بله از یک نمای زیبا بازی داریم مشاهده میکنیم در یک ورزشگاه. بالاخره درستابی چطور بودش؟ قبلی درستابی نبود، الان درستابی یا نمیدونم. بالاخره بریم سراغ بازی ایران شروع میشه. برو بریم تو کارش. میرسونن رو به وسط با آقای سعید عزت‌اللهی، میرسونن رو به جلو، احمد نوراللهی به مهدی طارمی، از اون حرکت میکنه، خطا نشد. نه نشد. حالا آقای طارمی حرکت، خود طارمی گول نمیشه، رو میرسونه مهدی خان، بازی رو باز میکنه، خود مهدی حرکت میکنه و شجاع خلیل‌زاده یک پاس عالی میندازه به مهدی و تازمون. حالا از اون کاددار بده قلی و را بنداز. قلی نگردار، پاس بیرون پا، پشت پا، نمیدونم اسمش چیه. خود قلی میگیره و حالا میگیره پاس رو میده به نوراللهی، پاس رو میده به آقای محرمی. حالا سانتو گل نشد، خود نوراللهی بر میگرده، نمیداره که توپ دست اجنبی بیفته. رسید دست اجنبی، رسید دیگه، دیر رفتی داشته گلم. برین تو زمین. من مربی عربستان نیستم حرف بزنم، هیچ حرفی ندارم. برین تو زمین. انگیزه چیه؟ انگیزه بدم به بازیکنم. بازیکن من خودش انگیزه بگیره، ما اصلا انگیزه دادن نداریم. بگسی در حدی که پول گرفتیم داریم کار تیم ملی رو راه میندازیم دیگه، انتظارای زیادی از من نداشته باشین. یو علی بوش بکش سیرش، ماشاءالله توپ مهدی خان نرسید و دوباره توپ لو میره. آقای سید عزت‌الله میاد جلوش. احمد آقا رو نگو جان جدت، به خدا حالم داره بهم میخوره. نگو گفتی آقا سانت روی سر تی یو حضرت عباس، توپ جلو نیاد ماشاءالله. حالا وقت سانت کردن روی سر آقای مهدی طارمی. حالا طارمی تمومش نکردش، پس تو گل مصابو مهدی هدو میزنه، خود مهدی رو وسط، مهدی حرکت کرده میاد و شوتشو باید بزنه و خاکش تو سرت مهدی، خاکش تو سرت که داری اسم من رو یدک میکشی. خودت چه گوی هستی مثلا؟ حالا این استوری یدک میکشه دیگه. ببین به نظرم ایران باید بکشه جلو، الان وقتش ایران بکشه جلو. هد ماشاءالله مهدی خان هد شارجی میرسونم آقای مهدی طارمی، میره تک به تک میشه. آیا این چوب تبدیل به گل میشه یا که نه؟ میزنه مهدی طارمی. وای مهدی آوروت رفت. سامان قدوس سرکت میکنه و زبدری، خود قدوس شوتو میزنه توی دروازه دقیقه 93. ایران میره واسه مرحله بعدی. همینو میخوام ازتون، کشتین ما رو دوباره دقیقه 93 گل زدین. پدر اونها رو وری مهدی روی همه میپره، روی حالت سوپر استار مهدی میاد خوشحالی میکنه. یار 12 هیچ غلطی نکردم تو این بازی، خدایش غلطی نکردم. بله حالا به که شقب سوت بایان بازی رو بزن آقای داور، تمام و صعود مرحله بعدی. خیلی خوب، به کی خوردیم؟ اوه خورد به آرژانتین. ایران خورده به آرژانتین. اگر آرژانتین رو فکر نمی‌کنم ببریم، اگر ببریم احتمالاً این پایین اوروگوئه و آلمان می‌خورن به هم. فکر کنم آلمان بیاد بالا، نمیدونم. اوروگوئه بیاد اوروگوئه رو می‌بریم، آلمان رو فکر کنم ببازیم. بازی بسیار حساس میشه. بعد میرسیم به یک چهارم نهایی، ترکیبمون مقابل آرژانتین. یه لحظه بازی رو بهتون نشون بدم. روحالت سوپر استار بنیام اینطور خدا بهشون بگو پدر من در میارم. بفرمایید روحالت
سوپرستار 15 دقیقه. اوکی آقا ترکیب تیم خوب بودا. اوه با مسی نمیشه شوخی کرد، جدی دارم میگم. و اینکه ترکیبشون جوریه که ما همش باید از گوشه بدیم. بابا علیزاده جمعه هم بگو نیاد دیگه. دیگه بازی تموم شد. کی میخواد بیاد فینال؟ میخواد بیاد فقط مدال بگیره. تارمی و ناکن. تارمی هم بیانگیز است. انگیزه تو بر بالا داشت. حسین کنعانی‌زادگان هم خیلی خوبه. ترجیح میدم شجاع علیزاده بیاد بیرون، کنعانی‌زادگان بره داخل و همین دمونه. ما همین جوری میبریمتون. فقط من یک مقداری نگرانم به خاطر اینکه اینا دفاع حمله شون خیلی خطرناکه. مهدی یکم بیاد عقب. خیلی خب اینجا دیگه ما بعد لباس قرمزمون رو بگیریم. نمیدونم که کی میزبان کی مهمان، اما اگر یادتون باشه حالا که اینجا که ما لباس سفید گرفتیم، اما اگه یادتون باشه سال 2014 که یک هیچ به آرژانتین باختیم، ما اونجا لباس قرمز رو گرفته بودیم. پس ما هم اینجا لباس قرمز رو میگیریم که تکراری نشه و اونا هم یک لباس اولی داشته باشن دیگه، گناه دارن. خب نه لباس دومتون رو بگیرن، اشکال نداره. لباس دومتون رو بگیریم، ما اولو میگیریم. بعد لباس کنان ایران وارد زمین میشوند و بالاخره ایران رو نشون دادن. مثل اینکه دیگه گفتن نمیشه که ایران رو نشون ندیم، قدرت اول آسیا داره میشه. البته الان قدرت اول آسیا ژاپن. خب انصافا بخوای در نظر بگیریم چه جوری امروز ژاپن به کاستاریکا باخت. بعد لباس کنان آرژانتین رو دارین نگاه میکنید. ما خیلی دوست نداریم بازی کنان آرژانتین رو نگاه میکنید جز لیونل مسی، چون دیگه ما خودمون قدرت اول اینجا داشت. برو بریم. به 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 آقای لیونل مسی بسیار خطرناک و رو فرم مثلا ایشون. داور قرمز پوشیده. چقدر آدم میتونه ابله باشه؟ خب لیموی میپوشیده دیگه. همیشه گفتم برای بزن برای بزن. بعد بازی شروع میشه. آقای تارمی مستر وای تو رو جان جد نگو تارمی اینقدر. آقا مهدی خان توپو گرفته و آقای تارمی حرکت میکنه. مهدی خان داره نم نمک جلو میاد و تارمی باید حرکت بکنه. خود مهدی توی دروازه. رسالت خود رو ثابت میکنه دقیقه 3:33 ثانیه. دقیقه ایلومیناتی گل میزنه. مهدی توپو نگه میداره. یک دبل تاچ میخواد بزنه. خدا مهدی چی کار داره میکنه تو این بازی؟ چی کار داره میکنه خدا وکیلی؟ برسون به آزمون. خوبه آزمون میرسونه به مهدی خان. مهدی خان حرکت میکنه و کاتدار گل نمیشه. چه نفوذی دارم میکنم خدا وکیلی. آزمون اومد را بندازیم. سردار آزمون پاس عالی به تارمی. حالا سانت رو تیر دو آزمون و در میاره. که صوفت بگی وسط و وسط رو بگی رفت. بگی اونور آقای ما یکی زدیم ها. دارین قره میشین. خوبه خوبه خوبه. عقلش نرسید بده به اون یکی لاغر. وای بیا برو آقای میلاد محمدی. برسون تارمی. تارمی به مهدی. خود تارمی به قلی نمیرسه و میزنه مهدی. میرسونم به مهدی. تارمی چه پاسی میداده نور افکن. حالا تارمی. حالا سامان. وای بده بهش. سانتر. حالا تارمی دوباره قدوس. خدایی چقدر داره خوب بازی میکنه قدوس. سانتر رو میکشه رو سر آزمون. آزمون میده به حاج کریم انصاری فرد. انصاری فرد به تارمی. بابا ویلی کن تارمی. میدم به آقای مهدی. تارمی اگه آفساید نباشه تارمی باید بزنه گل. چقدر تو نوبی مهدی. نوب واقعا نوب رو گفتی زکی. تارمی پاسو میده خودش حرکت میکنه و تارمی حالا آزمون میاد و گولو میزنه. تارمی انقدر نزد نزد تازمون زن. دو بر هیچ. تحقیر آرژانتین توسط مهدی پیس خان. خانشو بردار دیگه زیاد داری ادعا میکنی. برو داداش بیا برو بیا برو. فقط داری زحمت میدی به ما. یا حضرت عباس دفاع کن دفاع کن. یالا یالا توپ بده عقب وقت کشی. بودو بودو توپ بده عقب. تمام و صعود ایران به مرحله 1/4 نهایی. خدا رو شکر. برو بریم آقای مهدی خان مشاهده میکنیم با این فیس زیباش اولین گل رو در دقیقه 4 رو بازی زد. بله آقای مهدی خان که به همه احترام میذاره با قلی هم یک شادی ریزی کنانیه. چه شبیه قلیه. گفتم بهتون نکن آلمان اوروگوئه رو برد. پیش بینی مهدی همیشه درست در میاد. 2-0 آلمان اوروگوئه رو برد. آلمان 4-0 هم کرواسی رو برده. آلمان ما ببریم رفتیم فینال. یا میخوریم از اون ور به اسپانیا یا میخوریم از بالا به انگلستان. چه شود اگه بخوریم به انگلیس؟ چه شود فقط. خیلی خب ترکیب آلمان رو با هم دیگه مشاهده میکنیم. بسیار بازیکنای سرعتی دارن در سمت چپ و راست. رودیگر رو کلا دفاعشون که از وسط نمیتونیم بریم. جدی از وسط نمیتونیم بریم بخاطر اینکه دو تا دفاع وسط دارن، دو تا هم هافبک جلوشونه. بعد علیزاده جهانبخش هم میرسه. حالا وقتش که علیزاده جهانبخش ازش استفاده بشه. من به نظرم آقای مهدی تارمی رو بذاریم بیرون. میخوام جدی یه مدل تازه‌ای برم. علی جهانبخش رو بذار اینجا. خب علی جهانبخش رو گذاشتی اینجا. آزمون رو بذار نوک نوک. SS بذار علی جهانبخش رو. مهدی هم بذار اینجا. اوه 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 اوه. گوشه ها رو باید خوب بپوشونیم. ما گوشه ها رو باید خوب بپوشونیم. این شروع از ترکیب ما. خیلی خب حالا ما باید لباس دومون رو بگیریم و آلمان لباس یکشون.
بله بازی شروع میشه در ورزشگاه آلیانز آرنا در ورزشگاه یوونتوس که نمیدونم چه ربطی داره واقعا. یوونتوس تو ایتالیاه، این آلمانه، اون ایرانه، هیچ ربطی نداره. داور چه عجب لیمویی پوشیده، برف من گوش کرده. بریم سراغ بازی. بازی شروع میشه، سردار آزمون پاس میده رو عقب، بازی رو بسیار آرام شروع میکنن. میرسونم به مهدی خان، چه پاس بعدی هم داد احمد نوراللهی، پاس خیلی خوب به ورنر. ورنر داره میاد به داخل و گل زد، تمام کار ایران. گل اول ایران میخواد، حالا ایران باید بکشه جلو. هر کسی این بازی رو ببره میره فینال، به این توجه کنید لطفاً. میرسونیم حالا به مهدی خان. مهدی خان حالا کاتدار، گل نشود. وسط رو باید بگیرن بازیکنهای ایرانی. حالا سانتر خوب رو سر ورنر و گل بعدی رو میخوره ایران. تارمی باید بیاد تو. اشتباه محض کرد آقای مهدی خان پی اس که تارمی رو گذاشت بیرون. وضعیت ایران به هم میخوره. در دقیقه دهم بازی دو تا گل میخوره. حالا ایران میره تو حالی از ابهام. عزیز جهانبخش پس از دوران مصونیتش به بازی ها برگشته و میاد بازی سانت کردن. یه دیریب میخواد بزنه اونجا، سانتش رو میکشه، عالی هم کشید توی دروازه. تارمی نیامده تو، گل زد. جبران میکنه یکی از گلا رو. مرسی بچهای ایران، چه گلی زد انصافا. سانت کاددار زیبای جهانبخش و ضربه هد تارمی. با یک تغییر تاکتیک کار ایران بهتر از قبل شد. بعد جو بعد موقع خطا کردن روی سانه، حالا خودش باید تو قرار گرفته و ما هم بازیکنمون رو سلکت میکنیم. حالا اونجا بیرانوند باید توپ رو بگیر. اوه بیرانوند در آورد. واسه بعد رو به جلو واسه ورنر، گلو زد. پدر تو صلوات بده بهش بره. قولی برو استوبش کن. ساند واسه آزمون، بزن آزمون. چیه این آخه؟ این چی بود؟ عقربی داری میزنی اینجا؟ عقربی مریض؟ بازی شروع میشه، باز دوباره ایرانی ها باید تموم تلاششون رو بکنن دوتا دیگه بزنن. هرچی ما میزنیم بدتر میشه. چرا؟ حالا بزن آزمون، بزن تو گل، تموم. توپو بگی برو وسط به کار، برسون، بزن تو گل. بوش. تارمی رو راه میدادن اونجا، مهدی تارمی، پاس به آزمون، باید بزنن. رفتش سانه رو بگیر، سانه رو بگیر، نیاد تو. تمومه کار ایران، ایران کارش تمومه. برسون سری جلو، بیا برو مهدی، مهدی حرکت کن. توی زیاد واسه برگرد، برو وسط زمین، بودو سری گل میخوایم. پاس رو میدم به قلی، قلی برو، قلی بیا داخل. قلی میاد داخل، نمیذارن قلی کاری میتونه بکنه یا نه. حالا در میاره، پدر سوخته. بزن. وای پاس رو میده، حرکت میکنه خودش، حرکت آخر، سانتر آخر. آیا تبدیل به گل میشود یا نه؟ نشد. کار ایران تمومه، ایران اوت میشه. توی دروازه دقیقه 93 بازی، 94 رو دروازه رو باز میکنه، مستوی میکنه آزمون، تموم. 4-4 ایران کم نیاورد، کم نمیاره مهدی. تا دقیقه آخر، تا ثانیه آخر بازی میکنه. خدایی خسته شدم، بد خسته شدم. ها میریم نیمه دوم، وقت تلف شده. نیمه اول وقت تلف شده رو باید داریم بازی بکنیم. بازی همچنان ادامه داره، ایران کم نیاورده و توپ رو به جناهین میرسونه و حالا به وسط تر به خود مهدی. مهدی اونجا میتونه توپا بگیره که نتونست. خود قلی صاحب توپ میشه و پاس عالی، گل نشد. ایران باید خیلی خوب دفاع بکنه. میرم واسه گل زنی و ایران من در آورد. خالیه، میرسونم به چپ، زمینی میکشه داخل، تارمی نزد، بده پاس رو به بیرون، سانتر. همچنان ایران کم نمیاره. عزت اللهی، خود سعید عزت اللهی نتونست بزنه گلو. برمیگرده ایران، ایران خسته و کوفته است. حالا به قلی پاس داده میشه، قلی خودش نگه میداره و آزمون رو میبینه. سان واسه آزمون و گل نشد بر اون پدرش. تمام از نیمه اول وقت اضافه، میریم واسه نیمه دوم. باید بپوشونن ایرانی ها، نباید یاد شوت بدن به بواتنگ. شانس میاریم، سانتر بلند روی سر تارمی، عزت اللهی میتونه کارو تموم بکنه. کار بعد ایرانی ها باسه ضد حمله میشه و
اونجا ایران نمیتونه توپ رو در بیاره و اونور خالیه کاملا. میرسونم به قلی، قلی به وسط‌تر، حالا به اونور طارمی، تمام تمام و گل پنجم برای ایران، کامبک رویای ایران. میرن سمت تماشاچی ها و بازیکنای توی صندلی ها. انقدر فشار اومده بهم، نمیدونم چی دارم میگم، خدا وکیلی. 5 تا گل واسه ایران، 4 تا گل واسه اونا، 9 تا گل توی این بازی زده شد. حالا ایران میکشه رو به وسط، یک مقداری رو به پایین تر که بتونه از این نتیجه دفاع بکنه. دقیقه 119 هم به قلیزاد پاس داده میشه و میره پاس استاد کردن، یه پا عوض میکنه قلیزاد، هناردو و باز هم گل نشد. تموم و ایران فینال رقابت های جام جهانی راه پیدا میکنه. بله خوردیم به اسپانیا در فینال جام جهانی 2022 قطر. سیدتولایی بد رو به پایین رو به همین بازیش. بله آزمون رو از دست دادیم، آزمون نمیتونه بازی بکنه، اشکال نداره. طارمی رو بیار تو، ترکیبشون دفاعی ناجوره. ما باید حمله کنیم، ایران باید حمله کنه. عزت‌اللهی رو به پایین داره بازی میکنه، عزت‌اللهی رو ترجیح میدم ببرم رو به بیرون، یعنی ببرمش بیرون و آقای کاوه رضایی رو بیار، انصاری فرد رو بیارم تو، سی افش کنم، قلی زاده بیاد اینور رو به عقب تر، توپو بگیرن اینا، جهان بخش هم بیاد رو به عقب، ال ام اف بازی بکنه، مهدی وسط، آقای نوراللهی هم وسط و مجید حسینی بره بیرون و شجاع خلیل زاده بیاد داخل. همچنین صادق محرمی این بازی باید بازی کنه. خیلی خوب، لباس یک اسپانیا، لباس یک ما. میریم واسه بازی فینال در ورزشگاه نمیدونم کجا. کاپ فینال جام جهانی دارین نگاه میکنید که کاپ فینال که چه ارز کنم، این اصلا دیس غذاخوریه. کاپ جام جهانی چیز دیگه است. بله اسپانیا دارین مشاهده میکنید که عکس تیمیشون رو دارن میگیرن، مثل اینکه البته سرود دارن میخوان، ما صدای سرود نمیشیم و ایران رو دیگه قشنگ کامل نشون میده تیم ملی ایران و آقای مهدی طارمی، جهان بخش قلی زاده و آقای مهدی خان. بازی شروع میشه، تیم ملی ایران بازی رو شروع میخواد بکنه، هجومی و بسیار سریع همین کار رو میخواد انجام بده. وقتش که بکشین رو سر طارمی، اسپانیا داره رو به جلو بازی میکنه و ما رو به معمولی، نه بالا نه پایین، نور قطع میشه و ما باید در این بینوری بازی اون رو ادامه بدیم. با نگر میداره و از همونجا سانت کات دار میزنه توی دروازه. همین پاسا رو میخوام از جهان بخش، از علیرضا جهان بخش همین پاسا رو میخوام. روشن شون، نور روشن میشم از صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجی فرجام بازی شروع میشود، من هنوز داخل بازی نرفتم، بار بریم. طارمی میرسد، چه پاسی ها میرسونه به طارمی، انصاری فرد ماشاءالله. جهان بخش توپ رو نگه میداره، یک پا عوض میکنه و خودش آردو میزنه، نمیشه. بیاین بگیرین راحت، سوپر استار این خبرتون، آبروتون رفت. حاجی قلی گلو نخوریم، یک بدم پسو بدم. خب جواد خیابانی فکر کنم برسیم فینال کلا وجود نداشته باشه، این دست و پاش هم بنده خدا فکر کنم قطع کنه. شوخی کردم، با هر کسی نباید شوخی کنی بیشور. تمام است و واسه تک به تک شدن میرن به ایران، من در نمیتونه بیاره. سانت واسه طارمی، تمام ماشاءالله. قلی حالا خودشونشون میده، طارمی یه بدن میذاره میاد پشت مدافع و گلو میزنه. این موراتا رو بگیر، فکر نمیکردم یه روزی موراتا به ما گل بزنه. داداشم برو دیگه بسته. حالا قلی حرکت میکنه، خود قلی زاده و میزنه و گل نشد. بزن ای لعنتی دخوا باسی دروازه بانه، مگه نایمد این اصلا نایمده بود. از اون سمت حرکت میکنم، میتونم به سمت داخل بیان با سازی این ضربه. چی دارم میگم اصلا؟ قلی زاده میاد واسه گلزنی، خود قلی، ای خدا بگم چیکار نکنه این اسپانیا رو، پدر ما رو در برد اسپانیا. رفت تمام تمام، این شجاع خیلی زدم نمیرسه بنده خدا. میزنه خود شجاع زد، ترکون ساق پای مراتا رو تا دیگه تو باشه این قدرت رو نکنه. میدونم قرمز میگیره، قرمز گرفت، کارمون تمام شد، شجاع قرمز گرفت، شجاع قرمز میگیره و ایران 10 نفره میشه. حالا به طارمی، طارمی میزنه و ای خدا اصلا حوصله واکنششون دادن ندارم دیگه. نیا نیا تو نیا تو نیا تو نیا، این داره میاد سالادیا. تمام کار ایران، بابا نمیخواد گل بخوره، نمیخواست گل بخوره. شکی از گلا رو جبران کردیم ولی بعیده که بتونیم یکی دیگه هم بزنیم، نشد که بشه و ایران ببره و ایران اوت شد. تمام، ایران نایب قهرمان جام جهانی. چون میبرم که از این ویدیو لذت برده باشید،
یه هرچی که ایران ما اخلاق و سابقه رو بشن یوتیوب فراموش نشه فلان تو ویدیوهای بعدی.